برای هوا نگرفتن سطح طراحیمون لازمه که این مرحله رو با قیف انجام بدیم. برای از بین رفتن بوی زخم تخم مرغ لازمه که نطفه ها رو جدا کنیم. Hello friends, welcome to my channel. سلام دوستان عزیز، به کانال من خوش اومدید. برای درست کردن این رولت و طراحی اون لازمه که تا انتهای ویدیو همراه من باشید تا تمام نکات رو در طول ویدیو ببینید و بافت رولت رو میبینید که بسیار اسفنجی و طعم فوق العاده ای داره. با من همراه باشید. در پلیلیست پیستری من چند مدل رولت دیگه هست که میتونید مشاهده کنید. برای طراحی این رولت پلنگی لازمه که ما در قسمت سرچمون بزنیم لئوپارد سیملس پترن تا به شما طرح پلنگی رو ارائه بده. شما میتونید اون رو پرینت کنید یا میتونید خودتون اون طرح رو طراحی کنید. حالا من نشونتون میدم که چجوری با ماژیک اول یه الگو میکشم. البته میتونید چشمی هم ایجاد کنید، چون لازم نیست چیز قرینه ایجاد کنید، یک کار غیر قرینه هستش و این قسمت ها رو که صورتی رنگ میکنم با رنگ مثلا شکلاتی کم رنگ کار میکنم و قسمت های آبی رو با شکلاتی خیلی تیره یا مشکی کار میکنم. قالب مصرفی من 35 در 25 سانتی متر هستش که البته شما میتونید از قالب 30 در 30 هم استفاده بکنید. از کاغذ روغنی برای کف قالب استفاده می کنم. کاغذمونو هم اندازه قالب اندازه می زنم و کمی جا برای دستگیره ها می زنم تا بعد از پخت بتونیم اون رو به راحتی از جاش خارج کنیم. با استفاده از خطکش فلزی به راحتی می توانیم کاغذ ها رو برش زد. در کف قالب قرار می دیم و شروع می کنیم کنج ها رو صاف و صوف کردن، چون باید این کاغذ خیلی صاف به کف قالب چسبیده باشه و گوشه ها رو تا میکنیم و دستگیره ها رو هم همونطور که میبینید رو به بالا سر جای خودش هست، کمی به سمت بیرون متمایل میکنم. طرح پلنگی رو زیر کاغذ پوستی قرار میدم و قالب ما فعلا آماده شد. میریم به مرحله مواد. ما در اینجا نیاز داریم به مقدار 270 تا 300 گرم تخم مرغ. یعنی اگر 4 تا تخم مرغ میشه 270، لازم نیست که 5 تا بذارید. من 5 تا گذاشتم و 300 گرم الان من دارم. برای روله تخم مرغ ها حتما باید تازه و کاملا سرد باشن تا به راحتی بتونیم زرده و سفیده رو جدا کنیم و باید ظرفی که در اون میشکنیم کاملا عاری از چربی باشه و زرده رو خارج میکنم در ظرف جدا و سفیده رو هم در ظرف جدا خواهم گذاشت. اگر پوست تخم مرغ احیانا در ظرف افتاد، لطفاً با قاشق تمیزتون رو خارج کنید، چون دست ما چربی مخصوص به خودشو داره. برای از بین بردن بوی بد تخم مرغ لازمه که نطفه های چسبیده به زرده رو جدا کنیم و این کار کمک بسیار میکنه که بوی زخم از توی رولت بره. به 56 گرم گلاب نیاز دارم. گلاب کمک میکنه رطوبت کیک حفظ بشه و بوی تخم مرغ باز هم گرفته بشه. 42 گرم روغن مایع نیاز داریم. اندازه های دقیق در این رولت بسیار مهم هستند. به 66 گرم آرد قندی یا آرد سسف نیاز داریم. با استفاده از یک ویسک دستی شروع میکنیم به هم زدن. این مرحله 3 دقیقه کافیه. کافیه که آرد فقط کاملا حل بشه و هیچ گلولهی باقی نمونه. میزنیم و میزنیم یک گوشه. یک قاشق مربا خوری آب لیمو به سفیده های تخم مرغمون اضافه میکنیم و سپس نصف قاشق چای خوری وانیل اضافه میکنیم. برای این مرحله لازمه که زمان دقیق داشته باشیم و حدودا 3 تا 3 دقیقه و نیم بسته به میزان سفیده تخم مرغمون شروع میکنیم به هم زدن. بعد از 30 ثانیه 50 گرم شکر رو تو 3 مرحله شروع میکنم به اضافه کردن. همه رو یک جا اون وسط نمیریزیم و بعد از دیگه 30 ثانیه دیگه زدم میبینید که مرحله دوم اضافه کردن شکرمون خواهد بود و مرحله سوم هم که میبینید اضافه خواهم کرد و شروع میکنیم به زدن. ما نمیخوایم این خیلی زیاد زده بشه، چون ممکنه خیلی خشک بشه و رولتمون ترک بخوره. همون مرحله سافت بیک یا قله های نرم برای کارمون کافیه. همونطور که میبینید قله های نرمی تشکیل شده. سفیده ها رو در 3 مرحله به زرده های تخم مرغمون اضافه می کنیم و به آرامی و در یک جهت شروع می کنم به هم زدن تا به اصطلاح در همدیگه فولد بشن، ادغام بشن
و باید دقت کنیم که به هیچ وجه نباید هیچ سفیده تخم مرغ هم نخورده باقی بمونه، چون اینم باعث میشه که رولتمون ترک بخوره. پس چی شد؟ به آرامی و در یک جهت ما شروع میکنیم هم زدن. من یه خود فیلمو تونز کردم که حوصله شما سر نره و کمی آرام کار میکنیم که پف این رولت نخوابه. این نکته رو به خاطر بسپارید که شکر باید حتما دانه ریز باشد. اگر نداشتید آسیاب کنید. با استفاده از لیستک از ته ظرفمون همونطور که میبینید یه سری مواد انگار هم نخوردن. برای اطمینان این مرحله رو هم انجام میدم. به آرامی مواد رو از پایین به سمت وسط میارم و هم میزنم تا برسیم به مرحله طراحیمون. مقداری از مواد رو با پودر کاکائو قاطی میکنم. من اینجا میخوام یه قهوه‌ای کمرنگی تشکیل بشه واسه یه طراحی خالها. حتما ظرف رو داخل یخچال قرار بدید، به هیچ وجه در دمای محیط نمونه. از قیف یک بار مصرف استفاده میکنم و مواد رو داخلش میریزم تا بتونم برای طراحیم استفاده بکنم. دقت کنید که خوب هم بخوره تا بتونیم از اون سوراخ ریزی که ما برش میذاریم مواد به راحتی خارج بشه و تهش رو با استفاده از این بست ها که کارو خیلی راحت میکنه میبندم که مواد به سمت بالا نشت نکنه. یه برش کوچولو میزنم و اینجا رو 45 درجه برش میزنم که توی طراحیمون تداخل ایجاد نکنه و شروع میکنیم خاله‌ای که با رنگ صورتی هستن و درشت هستن رو ایجاد میکنم. اگه طراحیتون خوبه همونطور که گفتم بدون اینکه بخواید این طراحی رو زیرش هم بذارید میتونید انجام بدید و من برای آموزشم این کار رو انجام دادم، وگرنه همه رو چشمی انجام میدم. آونتوستر رو برای مرحله پیشگرم شدن روشن می کنم. در فرهای گازی 20 درجه این دما بیشتره ولی در آونتوستر 140 درجه کافیه. برای درگیری خاله هامون از پودر کاکائوی بیشتر استفاده می کنم تا رنگ تیره تری حاصل بشه. همانند مرحله قبل به قیف انتقال میدم و میبندم و شروع میکنم به طراحی کردن دور خاله هامون. اینجا قرار نیست هیچ نظم خاصی داشته باشه، هر چقدر بی‌نظم‌تر خوشگل‌تره و یه تعادل غیر قرینه دور این خاله ها ایجاد میکنم. باید دقت کنید که به آرامی مواد از قیف خارج بشه که هیچ هوایی نگیره. این مرحله خیلی مهمه و باید دقت کافی انجام بشه. دو سوم قالبم که طراحی کنید کافیه، چون یک سومش به سمت داخل فرو میره و به نظر من بهتره که انجام نشه. بعد از اتمام طراحی من طراحیمو به آهستگی خارج میکنم. فقط به مدت 2 دقیقه اونو در فری که از پیش گرم کردیم قرار میدیم. هدف از این مرحله اینه که موادی که روی طرحیمون میریزیم باعث خراب شدن طرح نشه. اجازه میدیم که طرحمون 5 دقیقه خنک بشه و سپس موادمون رو از یخچال خارج میکنیم و به قیف انتقال میدیم. اگه ویدئوی من رو دوست داشتید لطفا کلید لایک رو فشار بدید و اون رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. این کار کمک میکنه من با انرژی بیشتری کارم رو ادامه بدم. متشکرم از همگی. If you like my video, please press the like button and leave a comment in the comment section. Thank you. کمی درشت‌تر این سوراخش رو برش میزنیم. لازمه که این مرحله با قیف حتما انجام بشه تا هوایی توی سطح قالب تشکیل نشه و در انتها ما خواهیم دید که سطح صافتری خواهیم داشت، وگرنه اگر همینجور مواد رو توی کار بریزیم ممکنه که حباب تشکیل بشه و یه خورده ظاهر شکلی نخواهد داشت. کمی قالب رو میکوبم تا مطمئن بشم که حباب ها خارج میشن. سپس باقی مواد رو شروع میکنم به زدن جداره ها که یه خورده اینا خوب مطمئن باشم سر جاشون سفت میشن و این موادمون هم کامل روی سطح کارمون می‌ریزیم. با استفاده از لیستک و حالت تپ تپ زدن من این کارو انجام میدم تا
حباب های احتمالی هم از بین برن و صافش میکنم از پایین به بالا و چپ به راست. شروع میکنیم که مواد توی سطح قالبمون پخش کنیم که قطر قالب در تمام مسیر یکسان باشه. برای صاف شدن بهتر میتونیم یک با استفاده از این ابزار که خیلی هم ارزان قیمت در لوازم قنادی ها میفروشن شروع کنیم به صاف کردن. برای شکل تر شدن ظاهر رولتمون لازمه که این مرحله رو با صبر و حوصله انجام بدیم، چون ارتفاع اسفنج رولتمون بایستی در سرتاسر اون یکسان باشه که از نمای بغل زیباتر دیده بشه. خودم به شخصه کار با این کاردک رو بیشتر ترجیح میدم، چون میتونید راحت تر اعمال فشار کنید و از چپ به راست و بالا به پایین بتونید سطح قالب رو صاف بکنید. اگر به تازگی با کانال من آشنا شدید، لطفا کلید سابسکرایب رو فشار بدید و زنگوله ای کنار اون رو فعال کنید تا هر زمان ویدیوی جدید گذاشتم از اون مطلع بشید. چندین بار قالب رو به سطح میز میکوبم تا حباب های احتمالی باقی مانده خارج بشن. همونطور که میبینید اینجا حباب ها رو میبینید دارن خارج میشن. برای پختن اوون توستر من به 140 درجه دما نیاز دارم. در فرهای گازی همونطور که گفتم 20 درجه بیشتره. در شعله پایین این کارو میکنم و در طول 31 دقیقه آماده است. سپس اون رو خارج میکنم و 5 دقیقه میگذارم توی قالب خنک بشه. بعد از خنک شدن به میز کار انتقال میدم. به مقداری که لازمه کاغذ روغنی رو برش میزنم تا بتونیم رولتمون رو برگردونیم. البته باید در این مرحله سرد کنیم تا سطحش خنک بشه. اونو بزرگتر برش میزنم و میذارم روی سطح کار. لازم نیست اصلا به اسفنج بچسبه. فقط میخوام یک هواخوری ساده این زیر انجام بشه. معمولا 15 دقیقه کافی. همونطور که میبینید هوا از اینجا عبور میکنه و به سطح قالب نچسبیده. این مرحله لازمه جای حوله پیچی قدیمی هستش که قبلا با حوله میپیچوندن، ولی اینجوری خنک میشه و سطحش خوش نمیشه. کارو برمیگردونم و کاغذ روغنی که به سطح کیکمون چسبیده رو شروع میکنم به آرامی آرامی جدا کردن. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe and please press the bell icon to receive notifications when I post more videos. Thank you. با استفاده از یک کاغذ روغنی دیگه ما سطح کارمون رو برمیگردونیم، چون اون سمت اصلی کار ما خواهد بود. و سپس با استفاده از یک چاقوی تیز شروع میکنم 45 درجه سطح سر و ته رولتمون رو برش میدم، چون در آخر نمای زیباتری از بغل خواهیم داشت. سر و تهش هم سهم کی میشه؟ سهم دختر کوچولوم که عاشق این رولته. پیشنهاد میکنم که حتما بپزید و از اون لذت ببرید. بعد از برش انتها و سر اون یک کاغذ روغنی قرار میدم تا سطح رولتمون خوش نشه و میذاریم خنک بشه. من از 300 گرم خامه قنادی استفاده میکنم. از فریزر خارج میکنم و شروع میکنم به تکه کردن تا کمی به حالت بستنی آب شده برسه. سپس با استفاده از دستگاه به مدت 6 تا 7 دقیقه اونو میزنم. تا زمانی که خامه براقه یعنی فرم نگرفته اینقدر میزنیم تا خامه مات بشه و سبک بشه و تو مرحله‌ای که شروع میکنه به پرتاب به این طرف اون طرف تقریبا خامه ما فرم گرفته. برای 300 گرم حدود 6 دقیقه و نیم به نظر خودم کافی هستش. اسفنج رولتمون هم خنک شده، نرم هستش و شروع میکنم اول کمی با دستم این گوشه داخلی رو شروع میکنم به فرم دادن و سپس خامه کشیمو انجام میدم. لازم نیست من تا انتها برم، میتونیدم برید ولی اوکیه. و شروع میکنم خامه رو یکسان در طول اسفنج رولت پخش میکنم. این مرحله برای زیبایی نهایی رولت بسیار لازم هستش که خامه در سر تا سر رولت یکسان پخش شده بشه.
با استفاده از کاغذ روغنیمون شروع میکنیم اسفنج رو به سمت بالا کشیدن. کمی من فشار دست میدم و شروع میکنم این فرم اولیه رو ایجاد میکنم که حالت رول پیدا بکنه و کمی کاغذ روغنی رو هی به سمت بالا میکشم و با دست شروع میکنم به هل دادن. ما کمی این مرحله رو به آهستگی میریم جلو و وقتی که به اینجا رسیدم باز با کاغذ روغنی به سمت جلو پیش میرم. برای انسجام رولت لازمه که کاغذ روغنی رو به سمت داخل بیارم. من کاغذ زیری رو میگیرم و با استفاده از کاردک کاغذ بالایی رو شروع میکنم به فشار دادن. همونطور که میبینید کاغذ زیری رو گرفتم و کاغذ بالایی با استفاده از کاردک به سمت جلو فشار داده میشه تا خامه و اسفنج با هم دیگه حسابی ادغام بشن. سرتای اون رو میبندیم تا هوا نخوره و خوش نشه و اونو بیشتر از یک ساعت در یخچال قرار میدیم تا بهتر برش بخوره و انسجام بهتری پیدا بکنه در انتها. به استفاده از یک چاقوی اره‌ای شروع میکنیم به برش زدن. انتها و ابتدای رولت که ظاهر شکلی نداره رو برش میزنیم و میدیم دختر کوچولو باز دوباره قسمت رو بخوره. برای برش رولت مقیاس ما میتونه با استفاده از یک خطکش به اندازه های مساوی باشه یا اگر مثل من چشاتون مثل خطکشه میتونید بدون خطکش هم شروع کنید به برش زدن. به آرامی شروع میکنیم به برش زدن. من فیلمو کمی تند کردم که حوصله سربر نباشه و بعد از هر بار برش حتما با استفاده از یک دستمال ما چاقو رو تمیز میکنیم تا در انتها برش های تمیزتری داشته باشیم. بافت رولتمون از بغل رو همونطور که میبینید بسیار زیبا شده. با استفاده از خطکش کمی هم میتونیم فشار بدیم تا خطهای برش واضح تر مشخص بشن. Thanks for watching. I hope to see you in the next video. Love you. Bye bye. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم در ویدیوهای بعدی شما را ببینم. همونطور که میبینید رولت ما آماده است. بسیار خوشمزه و دلچسب استش. همونطور که میبینید طرح زیبایی هم داره و بسیار وسوسه انگیزه. حتما پیشنهاد میکنم که درست کنید و در کنار خانواده از اون لذت ببرید. هر سوالی داشتید در قسمت کامنت ها بپرسید. متشکرم. خدا نگهدارتون.